با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید عزیز. از ایران تماس میگیرم، از یه روستا برم. این اگه صدا مشکل داره معذرت میخوام. نه صدا اونقدر بد نیست، صدا خوبه عزیز، بفرمایید. دکتر جان، اول بزرگداشت و تولدتون رو تبریک میگم صمیمانه، از صمیم قلب آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم. ممنون عزیز. همیشه یه حس بزرگی یا نمیدونم پدرانه به شما داشتم و متاسفانه 5 سال اخیر فقط با شما آشنا بودم، ولی خب به همین ترتیب از شما خیلی خیلی تشکر میکنم. بزرگی که شما در حق ما کردین همین بزرگان ما نکردن. لطف داری جان. نه دکتر جان، من 2 سوال داشتم. اولی در مورد اوضاعی که الان برام پیش اومده، یعنی دانشجو هستم و متاسفانه یه اوضاع بد اقتصادی خراب کرده قضیه رو، درسم متوقف شده. دومی هم در مورد خودم و همسرم هست. حالا شما هر جوری که سلام. نه شما اول به من بگید شما چند سالتون عزیز؟ من 32 سالم. و چی خوندید و چی میخونید همکنون؟ اول یه مهندسی ایران گرفتم، چون دانشگاه دولتی بود رفتم مهندسی کشاورزی، بعدش هم سربازی، ولی فایده نداشت. بر ترتیب بعدش به اوکراین رفتم به سفارش دوستان و در حال تحصیل دندون پزشکی بودم که جنگ شد و برگشتیم و اوضاع اقتصادی دیگه اجازه نداد. اون وقت شما اولا کشاورزی رو چرا انتخاب کردید؟ متوجه هستم که سابقه به هر حال خانوادگی و فامیلی در اون بوده، ولی واقعا فکر میکردید این رشته کمکی به شما میکنه و میشه باش یه زندگی خوبی در ایران داشت؟ دکتر من متاسفانه اون موقع یه جورایی اصلا انگار نمیدونم کار شدم، یعنی ابتدایی تو دوران ابتدایی راهنمایی شاگرد ممتازی بودم، اما تو دبیرستان یک کمی شل شدم، یعنی تو رده دیگه یک نبودم، یک کمی شل شد. بعد نمیدونم درس کلن یه ذره شل شد و تو دانشگاه هم همینطور، یعنی معدلم هم زیاد خوب نشد. چون دانشگاه دولتی بودم همین میگفتم برو یه چیزی آخرش میشه، ولی نشد. خب بعد دندون پزشکی رو تو رفتید اوکراین، اونم که متاسفانه با یه همچی وضعیت رو بشه. چه مدتی از دوره دندون پزشکی رو اونجا گذروندید؟ 3 سال اونجا بودیم که جنگ شد و برگشتیم ایران. یه مقداری هم آنلاین ادامه دادیم، ولی به خاطر مشکلات مالی که به وجود اومد دیگه نتونستیم ادامه بدیم، یعنی متوقف شد. خب الان شما چه مدتی است برگشتید؟ حدوداً 2 سال. خب وقت این 2 سال چه کردید تو ایران؟ متاسفانه با بدبختی هر کاری از دستم برمیاد انجام دادم که فقط بتونم نمیدونم همین شکم و خودم سیر کنم. میفهمم. کی ازدواج کردی؟ 7 سال پیش. و همسرتون چند سالشون؟ 26 سال. خب ایشون چی خوندن، چه میکنن و آیا هیچ کمکی از نظر اقتصادی برای اداره زندگی میکنند؟ ایشون هم توی ایران دانشگاه بودن که بعد تصمیم گرفتیم دیگه با هم بریم اوکراین. اومدم اونجا رشته پرستاری انتخاب کردن، البته به سفارش من، چون دوست داشتیم بعد از تحصیل بریم کشورهای حالا اروپایی یا آمریکا و اونجا ادامه بدیم. بعد از نظر اقتصادی هم که فرمودین، نه فقط خانواده هم کمک ما میکردن تو اون دوران. خب نه الان که برگشتید این 2 سال عرض میکنم، الان دیگه مسافر کشی میکنم. نه همسرتون چی؟ نه ایشون هم هیچی کاری انجام نمیدن. یعنی واقعا با توجه به این که برحال دوره هایی از پرستاری رو گذروندن، یه نوع مواظبت و مراقبت از برحال دیگران در محیط های به نوعی بهداشتی ممکن نیست که کار بکنن؟ راستش هم خودم و هم ایشون به عنوان دستیار حتی چند جایی رفتیم خصوصی دولتی،
اما قبول نمی‌کنن، یعنی مسئولیتش رو به عهده نمی‌گیرن و این برام مشکل شد. حتی وزارت بهداشت هم رفتیم اما قبول نمی‌کنن هیچ فرصتی به ما بدن. میگن اول مدرکتون حتما باید بگیریم، بعد بیاین دنبال تایید مدارک. بعد متوجه هستم. حالا پرسش من، همسرتون چقدر قسمت یه دوره پرستاری 4 سالشون اون رو پشت سر گذاشتن؟ 2 سالشو ایشون. نمیتونن اونو بقیهش رو خودشون منتقل کنن به یک آموزشگاه پرستاری در ایران رو ادامه بدن؟ نه متاسفانه قبول نکردن. وزارت بهداشت اصلا قبول نمیکنه. یعنی با اوکراین اون رابطه رو نه. خب شما انتخاب اوکراینتون از کجا در اومد؟ به خاطر شرایط مالی بود. نه آخه متوجه هستم، ولی آخه یه انتخاب یه جایی، حالا اون که وارد اون بحثی میخوام بشم. خب الان شما موضوع و مسئله یا مشکلی که باش روبرو هستید، خب این مثل نه تنها هزاران میلیون ها نفر در ایران مسائل مالی دارن، ولی اگر دوتا جوونی که به هر حال تحصیلاتی دارن، بعدم خودشون رو به آب آتش زدن و در یه فرهنگ و جامعه دیگه ای رفتن، یه مدتی اونجا بودن، بعدم به دلیلی که خارج از کنترل اونا بوده همه چی به هم ریخته و برگشتن و توان اداره کردن زندگی اقتصادیشون رو ندارن در ایران؟ میگم که به سختی. حالا مسئله‌م این بوده که اگه بخوام برم دنبال حل مسائل مالی که اتفاق افتاده برای خانوادمون، وقت این که برم سر کار رو بتونم، نمیدونم، من از پس مسائل مالی خودمون بر بیام واقعا. نه نفهمیدم مسائل مالی خانوادگی نیست، اونی که من تا حالا چیزی من نفهمیدم. باید خانواده از همون میکردم به خاطر یه سری دادگاه و اینا یعنی خراب شده، تا اون مسائل حل نشه ما نمیتونیم به اون پولای زیادی که نیاز داریم برای تکمیل تحصیلمون خارج از کشور. اون پولا مربوط به مسائل انحصار وراثت بوده یا چیزای دیگه بوده؟ نه یه سری مسائل قانونی و اینا پیش اومده برای خانواده هم روی دادگاه که نیاز به حل شدن داره، اونم زمان بره. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟ ما 8 برادر خواهریم. پدر بزرگ و مادر بزرگم با خودمون زندگی میکنن. کلا توی خانواده 12 نفر بزرگ شد. خب ببینید عزیز، من بر اساس آنچه که شما من میگید، یه دو تا جوانی هستید، گفتم با اون ویژگی ها نمیخوام تکرار کنم، و پیام که من میدید این است که ما دوتا از عهده خرج زندگی به سختی برمیام. خب معلومه در یه چنین شرایطی ورود به یک دانشگاهی که هم هزینه داره هم شما رو از کار کردن باز میداره، خب به مقداری اگر غیر ممکن نباشه خیلی خیلی مشکله. همسرتون هم که کاری ندارن و درآمدی ندارند. حالا اگر بهتون بگم مسئله رو تا حدودی من متوجه شدم، مشکل رو متوجه شدم، پرسشی که به دنبال این میاد چیه؟ یا واقعا راه حلی که خودتون به نظرتون میرسه کدامه؟ با توجه به صحبتهایی که شما با شنوندگان قبلی داشتین میگفتین که خب زودتر زنگ میزدین، مثلا تو فلان سن زنگ میزدین بهتر بود. من برای این زنگ زدم چون خب دوست داریم به بچه دار شدن فکر کنیم، به هدفهای آینده، اما با این زندگی که الان داریم و این شرایطی که تو ایران هست، باید بریم دنبال کارهایی مثل همین مسافرکشی یا تو رستوران یا اینا، و نمیشه به عنوان یه شغل ایدئال به اینا فکر کرد و زندگی رو با اینا ساخت. ولی گفتم اگه بشه من برم دنبال کارهای دادگاهی و اینا، خب اینا زمان بره، شاید 1 سال زمان ببره تا بتونیم به اون پول زیاد برسیم و برگردیم به تحصیلمون. واسم از این نظر خواهی شما راه دیگه غیر از این، شما این گونه که بینگید یعنی صورت مسئله رو که میگید، شما مجبورید به قول معروف یه کاری بکنید که فعلا زندگی بگذره، و اگر انتظارتون این است که حکم دادگاه به نفع شماست و یک پولی به دست میاد، خب تا اون زمان که حالا 1 سال صبر کنید. مگر گزینه دیگری دارید شما؟ درست میفرمایید، پس همین کارو میکنیم و
سوال بعدم در مورد خودم و همسرم بوده. یه مقدار گاهی دعواها یا ستیزهایی بینمون به وجود میاد که اسم کنم علاوه بر این 7 سال، یعنی توی این 7 سال یه جورایی نمیدونم مشکلاتمون هنوز طبق حرفای شما ناسازگارن با هم یعنی یا نه. خب حالا میخواید یه کاری بکنیم، ما بریم پیمار بشتم این برگردیم، شما به من بفرمایید موضوع و مسئله زندگی زناشویتون یا رابطتون با هم کجاش اشکال داره و یا جنبه بد و منفی که پیدا شده کدامه، برای اینکه در این شرایط کمی سخت و تلخ اقتصادی با اینکه شما به دنبال حل مسئله ای بودید و راهی سرزمینی شدید که بعداً به هر حال با چنین ظلم و بیدادی و مرگ و نابودی روبرو شده و ناچار برگشتید، خب اوضاع زندگی سخت و بد بوده، با رفتنتون به اونجا که یه دریچه امیدی بوده اونم به هر حال بدجوری بسته شده و حالا ناچار برگشتی تو اینجا در میانه زندگی و ازدواجتون ناچار باید کمی صبر کنی تو ببینید دگرگونی ها به چه شکل و فرمی هست، ولی اینکه خود شما دوتا با هم صرف نظر از مسائل و مشکلات بیرونی که بهتون فشار میاره چه موضوع و یا گرفتاری هایی دارید تو بذارید بعد از شنیدن چند پیام با هم داشته باشید. در مورد رابطه خودم با همسرم میخواستم این دفعه سوال بپرسم، اینکه مشکلاتمون آیا با هم ناسازگار بزرگ چه هست؟ تو چه چیزهایی مسئله و مشکل دارید عزیز؟ به جز موقعی که خب از نظر اقتصادی خیلی مشکل داریم که فکر میکنم به هم میپریم، بیشتر مشکلاتمون وقتی عمیق میشه در مورد مسائل اساسی مثل بچه دار شدن و نحوه تربیت فرزند و این. آخه شما که در نسب کنید، شما که الان در شرایطی نیستید که خیلی راحت باشید خاطرات خودتون اداره کنید، دیگه درباره بچه فکر می‌کنید، بعد درباره طریقه پرورش تربیت بچه اصلا چه وقتشه؟ مثل که من به شما بگم می‌خوام سوار ماشین بشم، حالا بپیچم به چپ یا به راست، هر وقت رسیدیم سر یه جایی تصمیم می‌گیریم باید بریم به چپ یا راست، یعنی چی؟ سر این موضوع برای چی با هم بحث می‌کنید؟ منظورم چیزهای اساسی بود، حالا همین مثال زدم که بگم آخه چه موضوع اساسی است برای شما؟ برای که شما که موضوع اساسی نیست، هرام مثل که بگید من الان دارم میرم فرودگاه که پرواز کنم، میگم جایی میخواید برید، بگید نه، بگم چرا میرید اونجا، بگید شاید خواستم ظرف 1-2 سال آینده از کشور خارج بشم دارم میرم فرودگاه. آخه عزیز شما در این شرایطی که مسئله بچه منتفیز، در این شرایطی که بحث در باره پرورش تعلیم تربیت بچه برای چی میکنید؟ کلا خواستم بدونم اختلافاتمون ناسازگاره یا من اصلا نمیدونم اختلاف این کار دوره به شما مربوط نیست، مثل که شما تصمیم گیرید همسایه‌مون میخواد خونه بخره بخره یا نخره، حالا من میگه سر چه چیزی با هم دیگه اختلاف داری؟ مثلا همین در مورد سوال وقتایی که الان داریم به عنوان حالا وقتایی که استفاده کنیم، من به همسرم میگم کتاب در مورد روش تربیت فرزند یا در مورد همین چیزهای روانشناسی در مورد این چیزا گوش بدیم به خوبه، ولی ایشون بیشتر وقتش صرف سرگرمی و اینا میکنه. این مخصوص از سرگرمی یعنی چی؟ اینستاگرام گردی. خب عزیزم ببینید شما از نظر مالی در مضیقه هستید، قبلا هم من باهاتون صحبت کردم، انتخاباتون هم عجیب و غریب بوده، ولی حالا اون به کنار، سر از اوکراین در آوردن به دلایل ایران یا مالی، الان هم همسر شما در شرایطی که همه جوان‌ها در ایران مجبورن مثلا وقتی پشتوانه مالی و ثروتی ندارن کار بکنن تا بتونن زندگی کنن، ایشون اینستاگرام میچرخه. خب این که همکاری نیست، این که کمکی به هم دیگه برای زندگی کردن نیست، و ایشون باید بره سر کار. آره در کنار زبان میخونه، ولی یعنی زبانشو تقویت میکنه، اما آخه زبان تقویت کنه باز دو مرتبه زبان هم مثل ماجرای بچه هست، شما حالا معلوم نیست کجا برید، من نمیگم زبان خوندن بده، ولی این جای کار اصلی نمیگیره عزیزم، ما تو دنیایی هستیم
که یه چیزی اول بعد دومه یک دومه یکی سومه چهارمه یه هم سیوم سی و پنجمه. شما من بگید در شرایطی شما توضیح میدید زبان که میگم سیوم، بچه تربیت بچه میگم پنجم، ولی شما به پنج تا چیز اول زندگیتون الان نمیرسید که وضعیت اقتصادیتونه و اینکه کجا یه کاری پیدا بشه، مهارتی پیدا بشه، درآمدی باشه. حالا به من بگید که شما وقتی که ازدواج کردید در رو خوشحال و راضی بودید که انتخاب درستی کردید؟ بله. الانم معتقدید که زندگی و انتخابتون درست بوده برای انتخاب همسر هر دو؟ بله صد درصد. بسیار خب، پس اگر این هست مسئله از این قبیل که شما میگید چرا براتون مطرحه؟ وقتی با محبت و دوستی و علاقمندی با هم حرف میزنید، خب الان من اگر به ایشون بگم چرا شما نمیری سر کار، پاسخشون من چی؟ میگه نمیدونم کار که دوست دارم چیه، یا میترسم برم یه کاری بعد از پسش بر نیام. اینکه معنی نداره تو دنیای امروز. اولا کاری که دوست دارم ایشون میدونه چیه، مهمه چیه که این کار من استخدام بکنن و یا به من پولی بدن. بازار کاره، مسئله دوست داشتن من که نیست عزیز. من که میتونم برم تو بازار بگم مردم بیاد از من نخود لوبیا بخرید که ندارم، پولش رو من بدید برید. خب من نخود لوبیا باید بهشون بدم پولو بگیرم. ایشون کاری که دوست دارن برای رفتن یه کاری از اوتش بر نیمدن. من نمیدونم چه از خوب بر نیمدن که بر نیمدن، انتخابشون غلط بوده، باید یه کاری رو انتخاب کنن که میتونن انجامش بدن. ببینید عزیز، یه حد اقلایی از ارتباطتون با واقعیت و استفاده از هوش و عقل و استدلال رو من نمیبینم. یعنی سه چهار تا موردی که مثال زدید، حالا متاسفم اینو میگم ولی چون رو خط رادیو هستم و پنهان نمیکنم، معلومه سفرتون با اوکراینم بی حساب بوده، ولی که اونم یعنی نشون پایاش هیچ. همسر شما برگرده بگه ما مشکل مالی داریم، همسر من هم داره تلاشش رو میکنه، ولی من نمیدونم چه کاری رو دوست دارم، یا اگر رفتم از اوتش بر نمیام، هیچ از اوتش بر نمیام، آخرش این که از کار اخراجم میکنم، میشه مثل الان که تو خونه نشستم میرم یه جای دیگه. ولی شما من میفرمایید که شما من از زندگی زناشویی راضی هستیم، از این انتخاب اونم خوشحالیم، فکر میکنیم کار درستی هستی که این خیلی خیلی خوبه. ماجرای بچه هم که فعلا منتفیست، بنابراین شما الان موضوع و مسئلتون مسئله مالی. من دوستانی که میخوان برن مهاجرت، حرف من این است که دو تا سه تا چیزی که مهمه، اول اجازه اقامت قانونی داشت باشی، دوم یه راهی برای کسب درآمد، و سوم با اون زبان و فرهنگ تا حدودی آشنا باشید که بتونید زندگی کنید. خب الان مسئله شما در یک کشوری مانند ایران فقط یه چیزه و اون اولیشه، و اون این است که حاضر باشید هر دو تا روزی 8 ساعت کار بکنید. حالا مسئله که بعضی وقتا ایشون به من میگه اینه که میگه من خیلی جدی هستم، من منطقی هستم، ولی خودشون میگه من مثلا اینقدر که تو جدی هستی نیست. من نمیفهم حالا ایشون هرچی میخوام بگم بگم، من جدی هستم، منطقی هستم، چه خوب. مهم اینه که راجبه چی داریم صحبت میکنیم عزیز. ببینید من فقط میخوام مطمئن بشم که شما دوتا میدونید دارید با هم چه میکنید. اونو یه کمی گرفتارش هستم، یعنی شما یه بحث و گفتگوی میکنید در باره موضوعی که چه حق با شما باشه چه با ایشون، چه بعدا به توافق برسید یا نرسید فرقی نمیکنه. مثل بحث هایی که در قرون وسطا میکردن روی یه سوزن چند تا فرشته میتونه بشین. یعنی حالا اصلا چه معنایی داره؟ اینکه خودتون رو درگیر نکنید عزیز. اگر دنبال یه میانبری هستید، من نمیدونم اون میانبر کدامه، ولی اگر به هر حال میخواید مسائلتون رو حل کنید، حالا که خوشبختانه از زندگی زناشویتون راضی هستید، تنها موضوع اقتصادی است که همسرتون هم برن دنبال یه کاری فعلا پیدا کنن که درآمد داشته باشن، هم مشغول بشن، هم یه تجربیاتی پیدا کنن، هم یه درآمدی که به هر حال زندگی بهتری داشته باشید. ولی به هر حال اگر مطلب دیگه نیست، من یه 10 دقیقه فرصت دارم با شنونده ای عزیز بعدی یه گفتگوی داشته باشم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. لطف کردید.